های به همتون، امروز میخوام بهتون بگم که انگلیسی اصلا سخت نیست و امروز با یه سری جملات فوق کاربردی بهتون یاد میدم که چطوری بتونید خیلی راحت با بقیه انگلیسی صحبت کنید. بریم سراغ جمله ها. بون اپتی، بون اپتی به معنی نوش جان، و اگه دقت کنید تی آخر تلفظ نمیشه، میگیم بون اپتی. وقتی کسی غذاشو میل کرده و شما میخواید بگید که نوش جونت، تو فارسی هم خیلی استفاده میکنیم، از بون اپتی استفاده میشه و معنیش هم اینه که I hope you enjoy your meal، یعنی امیدوارم از غذات لذت برده باشی. بذارید یه مثالم بزنیم برات. I want to thank you all for coming to my dinner party and I'd like to wish you all bon appetit. خب میبینید بون اپتی رو در آخر جمله استفاده کرده. اول گفته که I want to، میخوام تشکر کنم. I want to thank you، thank you معنی تشکر کردن. All for coming to my dinner party، میگه میخوام از همتون تشکر کنم. For coming، برای اومدنتون. To my dinner party، یعنی به مهمونی شام من. And I'd like to، و میخوام. Wish به معنی آرزو کردن. Wish you all bon appetit، یعنی داره براشون میگه که امیدوارم نوش جانتون باشه این غذایی که اومدید میخواید بخورید، دینر پارتی. Guess what، guess what به معنی حدس بزن چی شده. مثالش هم میشه مثلا Hey you'll never guess what happened tonight، میگه که تو هیچ وقت نمیتونی حدس بزنی امشب چه اتفاقی افتاد. Guess what به معنی حدس زدن. Happened یعنی اتفاق افتاد، گذشته فعل happen هست، و tonight هم به معنی امشب. عبارت بعدی که خیلی به کارتون میاد well said هست. Well said به معنی گل گفتی. مثالش هم میشه مثلا یه نفر یه چیزی تو جمع میگه، یه نکته خوبی اشاره میکنه، شما میگید thank you یعنی متشکرم. Well said and great point. Well said که به معنی گل گفتی هست، great point هم یعنی به نکته خوبی اشاره کردی. None taken، none taken یعنی به دل نگرفتم، ناراحت نشدم. یه مثال هم با هم دیگه داشته باشیم. فرد A هست و B. فرد A میگه I don't think the work you've done so far will be enough. No offense. میگه که I don't think یعنی فکر نمی کنم. The work به معنی این کار. You've done یعنی تو انجام دادی. داره میگه این کاری که تو انجام دادی فکر نمی کنم. Will be enough یعنی کافی خواهد بود. will be، دقت کنید به این زمانش. آخرش هم میگه no offense یعنی قصد خاصی ندارم، منظور بدی ندارم از این حرفم. ولی بعد فرد بی جواب میده non taken یعنی به دل نگرفتم، نه مهم نیست. اینطوری داره میگه I know the boss is going to be really hard on us. میگه نه من میدونم که باس میشه رئیس. I know the boss، من میدونم که رئیسمون is going to be hard on us یعنی بهمون سخت میگیره، از همون توقع زیادی داره. جمله بعدی get dressed هست. get dressed به معنی لباس پوشیدن. خب یه مثال هم داشته باشیم ازش. I jumped out of the bed and got dressed. یعنی چی؟ یعنی I jumped بیرون پریدم. I jumped out of the bed یعنی از تخت بیرون پریدم. And got dressed. Get dressed به معنی لباس پوشیدن هست. Got dressed زمان گذشتش هست. اگه دقت کنید فعل jump هم ایدی گرفته. این جمله اشاره به گذشته داره. میگه از تخت بیرون پریدم و لباس پوشیدم. Have breakfast. Have breakfast به معنی صبحانه خوردن. یه مثال هم داشته باشیم. I have breakfast at 7 every morning. I have breakfast. Have breakfast رو گفتیم، معنی صبحانه خوردن.
میگه که I have breakfast at 7 every morning. ساعت 7 صبح هر روز صبحانه میخوره. عبارت بعدی no way. No way به معنی عمرن هست یا اینکه هیچ راهی نداره. یه مثالا ببینیم. I'm sorry but there is no way we can help you. I'm sorry به معنی اینه که من متاسفم. I'm sorry but اما there is no way یعنی عمرن یا اینکه هیچ راهی وجود نداره. We can help you. Help به معنی کمک کردن و فعل can هم به معنی توانستن. میگه که عمرن هیچ راهی وجود نداره که ما بتونیم به تو کمک کنیم. Hang on. Hang on. دو تا معنی میده. همیشه گفت به معنی اینه که گوشی دستت وقتی داری با تلفن حرف میزنی و به معنی صبر کن هست. هر کاری که داره میکنه انجام نده، صبر کنه. مثالش هم این برای تلفنه. Hang on, I'll be right back. گوشی دستت باشه، الان برمیگردم. Right back یعنی الان برمیگردم. عبارت بعدی say uncle هست. Say uncle. Say به معنی گفتن و آنکل اینجا به معنای اینه که I give up، من دست کشیدم یا یه جورایی من باختم، من تسلیمم، یه همچه معنی میده. مثال هم میتونیم بگیم I never say uncle، هیچ وقت نمیگم غلط کردم. این یکی از عبارت هاست که میتونه براتون کاربردی باشه. Search me. Search me. Search به معنی جستجو کردن. Search me یعنی منو بگرد. ولی معنیش اینجا میشه من چه میدونم. خب یعنی من چه میدونم، بیا منو بگرد. مثلا یه همچین چیزه برای اینکه تو خاطرتون بمونه. مثال هم مثلا مادرتون میگه Where is Jack؟ یعنی Jack کجاست؟ و شما میگی Search me. یعنی من چه میدونم کجاست. Behave yourself. Behave yourself. behave به معنی رفتار کردن، yourself یعنی خودت. خب ولی معنی کلش میشه درست رفتار کردن. حالا مثالش میشه if you are going to have dinner at their house، میگه اگه قرار بری خونهشون شام بخوری، دینر میشه شام. you are going داری میری، to have به معنی داشتن هست، یعنی میری که شام بخوری. At their house توی خونشون. You would better که ما میگیم you'd better behave yourself، بهتره که درست رفتار کنی. اگه قراره بری خونشون شام بخوری، بهتره درست رفتار کنی. Come again. Come again. Come again به معنی دوباره اومدن هست، ولی معنی این عبارت وقتی با همدیگه میاد میشه بله متوجه نشدم. مثلا یه نفر از شما یه سوالی رو یه مرتبه میپرسه، شما متوجه سوالش نمیشید، میگید come again یعنی دوباره حرفتو تکرار کن، چی گفتی. مثالش هم میشه یکی یه حرف بدی به شما میزنه، یه حرف ناراحت کننده به شما میزنه، شما میگید come again، بله متوجه نشدم. I can barely believe یعنی به سختی میتونم باور کنم. believe به معنی اعتقاد داشتن، باور کردن. That you said this to me. باورم نمیشه که یه هم چیزی رو به من گفتی. Cut off. Cut off. به معنی قطع شدن تماس یا دست کشیدن از چیزی. مثالش هم after his wife died. After بعد از his wife یعنی همسرش died گذشته فعل die هست و به معنی اینه که مرد گذشته. بعد اینکه همسرش فوت کرد he cut himself off. cut off گفتیم قطع کردن و دست کشیدن معنی میده. خب he cut himself off completely. completely یعنی کاملا from the rest of the world از بقیه دنیا. بعد اینکه همسرش فوت کرد اون کاملا از بقیه دنیا دست کشید. No biggie. No biggie به معنی اینه که چیز مهمی نیست، مهم نیست. یه مثال هم همدیگه داشته باشیم. Because the sunglasses are cheap
because به معنی زیرا، چون the sunglasses یعنی اون عینک دودی یا عینک آفتابی ها are cheap یعنی ارزون هستن. cheap به معنی ارزان. losing a pair is no biggie. lose به معنی از دست دادن. losing فعل استمراری هست به معنی اینه که از دست دادن. a pair داره میگه یه جفت اگه عینک از دست بدیم is no biggie، اصلا چیز مهمی نیست. چرا؟ چون که عینک ارزونه. it's cheap. go away. go away به معنی دور شدن و گمشو هست. یه جور نمیخوام بهتون فحشیات بدم ولی ممکنه به کارتون بیاد. she angrily told him to go away. او angrily میشه با عصبانیت. told him به او گفت to go away که برو گم شو. با عصبانیت گفت برو گم شو. and stop bothering her. bothering به معنای اذیت کردن هست و ing داره. میگه که برو گم شو و دست از اذیت کردنش بردار. stop. don't exaggerate. don't exaggerate به معنای اغراق نکردن. میگه اغراق نکن. مثال رو ببینیم. you shouldn't believe everything. تو shouldn't نباید. believe به معنای باور کردن. you shouldn't believe everything نباید همه چیز رو باور کنی. she says. She does tend to exaggerate. Does tend to exaggerate یعنی میگه که اون معمولا عادت داره که اغراق کنه، پس نباید حرفاشو باور کنی. Hold on. Hold on به معنای نگه داشتن گوشی یا صبر کردن، یعنی اون کاری که داری انجام میدی رو ادامه بده. Hold on. مثال ببینیم. If you can just hold on, I'll go and get some help. اگه بتونی یک کم صبر کنی، if you can just hold on، اگه بتونی صبر کنی، I will go، من میروم، I will go، این I'll go، من خواهم رفت، and get some help، و کمک میارم. Pardon me، pardon me، به معنای ببخشید هست، یا اینکه وقتی چیزی متوجه نشدیم از این عبارت استفاده میکنیم. مثال ببینیم. مثلا یکی چیزی به شما میگه و شما میگید pardon me I didn't hear you. ببخشید نشنیدم چی گفتی. I didn't hear you. نشنیدم چی گفتی. این pardon me یه کاربرد دیگه هم داره. مثلا زمانی که یه کار یه جوری بیادبی رود انجام میدید، خب از این pardon me استفاده میکنیم که بگیم ببخشید یا معذرت میخوام. hell no. hell no منش میشه معلومه که نه. میجوری مثل این که بگید بخواه چی فکر کردی، معلومه که نه. مثالش اول ببینیم. would you like to go on a date یعنی میخوای با هم دیگه قرار بذاریم یا با هم دیگه بریم سر قرار. date اینجا معنی روابط و اینا میده و دخترم گفته hell no، معلومه که نه. این hell no یه طرف دیگه هم داره. hell yes یعنی معلومه که آره. مثلا میگه که میای بریم کنسرت، میگه hell yes، معلومه که آره. you rock. you rock به معنی اینه که تو فوق‌العاده یا تو میترکونی. مثالش هم you rock at playing chess. you rock که میشه تو فوق‌العاده ای. at playing chess. playing به معنی بازی کردن و chess هم به معنای شطرنج هست. میگه تو توی شطرنج فوق‌العاده ای. hurry up. hurry up به معنی عجله کن هست. حالا مثالش رو ببینیم. hurry up we are going to be late. hurry up عجله کن. we are going to be late دیرمون میشه. going to be late به معنی اینه که دیرمون میشه.
ممنونم که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. حتما منو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید. تو کامنت بهم بگید که چه ویدیوهایی بیشتر دوست دارید. خدافظ.